همزمان با عبور طالبان از شمال افغانستان، مناطقی که باشندگان آنجا بیشتر فرماندهان سنتی متحده ایالات متحده آمریکا است، هزاران خانواده از ترس زندگی تحت حکومت طالبان از خانه های خود فرار می کنند. در 15 روز گذشته پیشروی های طالبان باعث فرار بیش از 5600 خانواده از خانه هایشان شده است. طبق اعلان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، بیشتر بیجا شدگان در مناطق شمالی کشور قرار دارند. ادامه این خشونت ها و ادامه ناامنی ها در یک سو سبب افزایش بیجا شده ها میشه و در سوی دیگر روند رسیدگی ما را به چالش میکشانه که ما نگران این هستیم که اگر وضعیت به همین شکل پیش بره و رسیدگی ها با چالش روبرو باشه و یک فاجعه انسانی در داخل افغانستان رخ نده. سکینه که 11 یا 12 سال دارد، پس از اینکه منطقهشان در شمال افغانستان تحت تصرف طالبان درآمد و مکتب محلشان توسط آنها به آتش کشیده شد، با خانوادهش مجبور به ترک محل بود و باش خود شدند و این دختر خردسال با خانوادهش مدت طولانی پیاده روی کرده و سرانجام راه این کمپ را پیدا کردند. آنها اکنون با حدود 50 خانواده دیگر در یک کمپ موقتی در گوشه ای از شهر مزار شریف زندگی می کنند. طالبان من اول مکتب در تد باز اونا دولت هم سر دولت هم نکرد، باز خود ما مواجه شده چند اما سنا گشت ایل را را یک مردک بود بیچار را را دمانیشان دادم سن قد پدر مادر خان امه دیدی. آنها در زیر خیمه پلاستیکی زیر گرمای سوزان 44 درجه سانتیگراد مجبور هستند زندگی کنند. زندگی در کمپ استقلال آسان نیست، اما برای کسانی که زندگی می کنند با وجود همه دشواری های آن بهشت نجات دهنده است. در کمپ استقلال زندگی به شکل بی‌رحمانه پیش می رود. آب بسیار محدود برای استفاده روزانه وجود دارد. بیشتر وعده های غذایی نان و چای است که توسط محمد رحیمی مدیر و مسئول کمپ برآورده می شود. محمد رحیمی با انتقاد از دولت به دلیل رها کردن مناطقی که توسط طالبان تصرف شده بود، اظهار داشت که مردم از ترس جان خود از خانه های خود خارج شدن و فرار کردند. دولت ولسوالی ها را ناخودآگاه و بدون کدام خدمت سنان برنامه ریزی و به خاطر تکنیکی خدمت سنان که چی بهش میگه عملیاتی مناطق اعلا کردن به تصرف طالبا قرار دادن. وقتی که اونا قرار داد ما مجبور شدیم که ساحه را اعلا بکنیم. وقتی که اونا می آمدن در ساحه دیگه هر که گیر شما می کشتن دیگه، مجبور شدیم که ما از ساحه برایم دیگه. این در حال است که بر اساس گزارش مشترک سالانه توسط سازمان غذا و زراعت، صندوق بین المللی توسعه و زراعت، صندوق حمایت از کودکان ملل متحد، پروگرام جهانی غذا و سازمان جهانی صحت در سال 2021 به نشر رسید، نشان می‌دهد که باید وضعیت امنیت غذایی، تغذیه در جهان در مورد پیشرفت پایان گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه، اطلاع و تجزیه و تحلیل عمیق ارائه داده شود. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.